پیامدهای کنفرانس ژنو دو و وحشت دیکتاتوری آخوندی از سرنگونی بشار اسد. جان کری وزیر خارجه آمریکا: در آینده سوریه هیچ جایگاهی برای اسد وجود نخواهد داشت. سخنگوی ائتلاف ملی سوریه: ما صریحا از نمایندگان رژیم سوریه خواستیم به طور مکتوب مفاد ژنو را بپذیرند. در غیر این صورت هیچ مذاکره مستقیمی در کار نخواهد بود. هشدار وزیر امور خارجه ترکیه: شکست مذاکرات برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه می تواند به محاکمه بشار اسد در دیوان کیفری بین المللی منجر شود. اولین دور گفتگوهای مستقیم بین دو هیئت اپوزیسیون و رژیم سوریه در حضور اخضر ابراهیمی به مدت نیم ساعت انجام شد. یکی از اهداف این گفتگوها برداشتن محاصره از شهرها و ایجاد راه‌های تدارکات رسانی به آنهاست که از شهر هومس شروع خواهد شد. منابع دیپلماتیک در ژنو گفتند دو هیئت رژیم سوریه و اپوزیسیون این کشور موافقت کردند کمک‌های انسانی به استان هومس فرستاده شود. لوئیس آفی، سخنگوی رسمی ائتلاف ملی سوریه، به نقل از اخضر ابراهیمی گفت: هیئت رژیم سوریه گفته است مذاکرات بر اساس مقررات اجلاس ژنو یک را قبول دارد. اما وزیر اطلاع رسانی سوریه بعد از جلسه صبح شنبه اعلام کرد حاضر نیست در مورد ایده تشکیل دولت انتقالی بحث کند. به گزارش رسانه‌های خبری، مرحله اول گفتگوهای روز شنبه بر روی آزاد شدن اسرا و زندانیان متمرکز خواهد بود. از طرف دیگر، هیثم الماله، عضو ائتلاف ملی سوریه در ژنو، به خبرگزاری رویتر گفت ما صریحا از نمایندگان رژیم سوریه خواستیم که به طور مکتوب مفاد ژنو را بپذیرند. در غیر این صورت هیچ مذاکره مستقیمی در کار نخواهد بود. بران قلیون از ائتلاف ملی سوریه گفت هر گونه شکستی در انجام این مذاکرات متوجه هیئت رژیم سوریه می کند. احمد داوودوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، هشدار داد شکست مذاکرات برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه می تواند به محاکمه بشار اسد در دیوان کیفری بین المللی منجر شود. از سوی دیگر، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در کنفرانس داووس تاکید کرد در آینده سوریه هیچ جایگاهی برای اسد وجود نخواهد داشت. وی گفت بگذارید به شما با ساده ترین واژه ها بگویم بشار اسد نمیتواند بخشی از روند آینده سوریه باشد. اولا به دلیل ویرانی و انهدام شدیدی که برای کشور و مردمش به بار آورده و ثانیا به دلیل کشتار بیش از 130,000 نفر از مردم سوریه. اگر میخواهیم که صلح و ثبات ایجاد شود، اسد باید برکنار شود. گرگان ولی فقیه ارتجا: اجلاس ژنو دو یک برنامه خطرناک است. میتوان یک کنفرانس بین المللی تشکیل داد و دولتی مانند بشار اسد را خلعیت کرد. نظام ایران و حزب الله همه امکانات خود را برای حفظ متحد استراتژیک خود یعنی سوریه پای کار آورده و سهم خود را انجام دادند. گرگان ولی فقیه ارتجا در یادداشت روز 5 بهمن خود وحشت رژیم آخوندی از سرنگونی بشار اسد را به نمایش گذاشت و نوشت اجلاس ژنو دو یک برنامه خطرناک است. میتوان علیه دولتی یک کنفرانس بین المللی تشکیل داد و به اسم تصمیم جامعه ملل آن دولت ولو اینکه مانند بشار اسد منتخب مردم باشد را خلعیت کرد. آمریکا در ژنو در صدد است کاری را که به دلیل مواجه شدن با حق وتو روسیه و چین نمیتواند انجام دهد در یک چارچوب حقوقی خود ساخته به نتیجه برساند، و این در واقع یک کودتای حقوقی است که اگر به نتیجه برسد میتواند به یک هنجار جدید حقوقی تبدیل شده و استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و آرامش کشورها و ملتها را در معرض خطر جدی قرار دهد. هیچ کس تردید ندارد که نظام ایران و حزب الله همه امکانات خود را برای حفظ متحد استراتژیک خود
یعنی سوریه پای کار آورده و سهم خود را انجام دادند. چگونه میتوان اجلاس سیاسی تشکیل داد و در آن از نیروهایی که مهمترین عامل بقای دولت سوریه خوانده میشوند دعوت نکرد و در غیاب آنان به چنین پرونده‌ای خاتمه داد؟